دیره کتابش خوانده و یا به مو کتاب فقیر محمد ودان که دشنهای سرخ است و یا ای که خودشان هم منصوب به مو دوره باشن، چرا اینا از استقلال فکری نجیب صحبت کردن و استقلال فکری را به مو زم فقیر محمد ودان و قدوس غوربندی و اینا میخواستم که از نجیب یک شخصیت مستقل بسازه. برادرها، آیا میشه یک شخصیتی که تمام عمر خود را با یک ایدئولوژی رفته و 6-7 سال که اول کار خود را چی در ریاست خود و چی در مقام بالای اداره حکومتی این بسته به آمو جریان ها بوده، میشه که در یک سال دو سال آخر زیر فشار قرار گرفته و یک تعداد شعارها را داده، ما او شعارها را اساس قضاوت بالای شخصیتش قرار بدیم و یا ای که بریم یک دفعه عقب ببینیم؟ امی هم یک نقص عزیز کسی که با یک ایدئولوژی عمر خود را، شاید اینا نجیب را دیده باشند. من زمان فاکولته میشناختم که یک فاکولته 7 ساله طب را بعد 12 سال خواند و تمام گفتارهایش را در او تپه که مشهور به تپه بیننگ ها بود در زرنگار پارک همه شاهد هستیم از اون دوران ها همش، و ای که خود شخصیتش در اون دوران باعث یک پهلوان و بزن و بگیر و اینا بوده و پسانتر در خاک چی کرده و پسانتر در امین 4 سال اول قدرت خود چی کرده، اینا جزء کاراکتر اصلیش است. اما تاسف در ایست که یک دم یک چهره را در روی خود یک دسمال را میندازه و خود را مسلمان جلوه میده، آیت و حدیث میگه، از دو متر کفن صحبت میکنه، از مردم صحبت میکنه، از آشتی صحبت میکنه. اینا پس چی شد و گذشته های ازی؟ اگر گذشته طولانی از اون مدار اعتبار است که واقعیت فکریش است، پس نباید باید آدم بگوید که یک سال آخر روی فشارها یک نوع تظاهر بوده و باید این واقعیت نمیتونه باشه. تشکر دکتر صاحب محترم، بسیار تشکر. من از شما، از لطفتان، از اینکه دعوت مرا همیشه قبول کردین، روی مسائل بسیار ملی عالمانه قضاوت کردین، بی‌طرفانه قضاوت کردین، آفاقی قضاوت کردین و قضاوت دیگر هم بیننده روشن فکر و با وجدان و با احساس افغانستان میفهمه که دکتر کاظم امروز چی گفت در پروگرام در لابلای واقعیت‌های افغانستان. من شما را به خداوند میسپارم. با یک تذکر مختصر من از حضور همه عزیزا و دوستای خود مرخص میشم تا صحبت آینده، که ما در صحبت آینده سر مصاحبه سنگ چارکی گپ میزنیم و به ارتباط از او چکری صاحبم که چی تشبهات ما بین چکری صاحب و واقف حکیمی و اینا کدام لینه پیش میبرن و چطور رفقای حزبی خود را و کمونیستا را چی رقم تبرع میکنن. دکتر صاحب، از شما یک دنیا تشکر صاحب، شما را به خدای حق میسپارم. حافظ و ناصر شما. با من مثلا یک قصه بسیار مختصر میکنم چشم دید خود. در وقت جمهوریت داوود خان در غازی استادیوم یک مسابقه فوتبال جریان داشت ما بین تیم اتحاد جماهیر شوروی وقت و تیم ایران. در اون وقت مردم اساس و بیدار افغانستان درک کرده بودند که چقدر پرچمی ها و خلقی ها در این رژیم جمهوریت داوود خان نفوذ دارند و چقدر قدرت دارن. مردم همینجا احساساتشان تحریک بود و هر گولی را که تیم ایران میزد مردم غره و میکد و استاد میشد و چک چک میکد، برای اینکه یک مملکت مسلمان بود و برای اینکه روسیه را بفهمانه که ما طرفدار شما نیستیم. دمی غره بود که نجیب الله به یکی دندانه های استادیو شیشته بود و استاد شد و به کلمات رکیک لچکانه سر مردم صدا کرد که چرا شما بر تیم ایران چک چک میکنید. در اینجا زد و خورد شد و جنگ شد و در نتیجه همی پتلونشان پاره شد و یک رقم شد و این رفیقایشان از مابین استادیوم کشید. و این آدم با اینی گذشته که حتی کلمات خدایی اداره کرده نمیتونست و این آدم خونخوار دست به خون آغشته که در خواد چقدر آدم این نکشت. بازی می عدفتن این آدم، من خوش شدم همی بیننده آخر که همین سوال کرد، این سوالشان برای من جالب بود که یک نفری از طرفدارای نجیب هم بخیزه و در حقیقت اینا همین تشت رسوایی نجیب از با مندازن. سر وقت ما پوره است، به اجازه شما، شما را به خدای حق میسپارم. مهمان هفته آینده ما ویس ناصریست، ما سر باز مصاحبه های دیگه گپ میزنیم. بعد از ختم از اون مصاحبه ما پس دوباره در مسیر اصلی پروگرام که عبارت از
یافتن راه های حل مشکلات افغانستان باشه دوباره صحبت خود کردیم. جایی که شب از شبتان خوش، جایی که روز از روزتان خوش، خداوند عالم پشت و پناه شما باشه. فروش موفقیت آمیز پروژه انحصاری دریم تاور در کمتر از 3 ماه، مشاورین املاک نیدی با افتخار پروژه انحصاری